اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در اصول عقاید و امامت یه چند تا نکته هست که باید بگیم. بحث ما امامت، حقوق متقابل امام و امت. در نهج البلاغه می‌فرماید که ما امام و مردم حقوق متقابل دارن. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. ولکم امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای شماست، ولکم علی برگردن من، من الحق مثل الذی لی علیکم، مثل الذی لی علیکم. خطبه 216. برای شما بگردن من از حق مثل همون مقداری است که برای من بگردن شماست. یعنی همونطوری که من بگردن شما حق دارم، شما بگردن من حق دارید. امام و امت حقوق متقابل دارن. مثلم گفته، این مثل یعنی کم و زیاد هم نداره. خیلی کلمه مثل مهمه. در ماجرای کربلا امام حسین میگه انا لا ابای یزید. اگه من با یزید بیعت میکنم، خب او پسر فاطمه است، او حسابش جداست. اما نمیگه انا، میگه مثلی لا یبای و مثله. مثل منم نباد با مثل یزید. این مال تاریخه. اگه میگفت انا لا ابای یزید، من دیر با یزید نمیرم، گفت خب او حساب شخصیه. اما امام حسین فرمود مثل من، یعنی هر که خون حسین تو بدنشه نباد بیعت کند با کسی که خون یزید تو بدنشه. این مثل معنی داره. یا مثلا فرمود خاک تو سر جامعه اگر رهبرشون یزید باشه. و علی الاسلام السلام، یعنی اسلام باید باید خداحافظی کرد. از قد بلیت الامه براع مثل یزید. بلیت یعنی مبتلا شدن امت. از قد بلیت الامه، اگر امت مبتلا شد براع به رهبری مثل یزید. این که میگم مثل یزید، یعنی فکر نکنید قصه کربلا یه جرقه، یه جریانه. فکر نکنید کار شخصیه، سنته. اینجا مثل گفته. به مناسبت اون مثل که پدر گفت، یاد این دوتا مثل افتادیم که پسر گفت. حقوق متقابل. حالا مردم چه حقی دارن؟ از مردم یک الوفا. مردم باید وفا کنن بل بیعه، بیعتی که کردن با من وفا کنن دیگه. و النصیحه، نصیحه یعنی خیرخواهی. و النصیحه فی المشهد و المغیب، در شهود و المغیب. یعنی چه حاضرن، شاهدن، چه غایب، باید خیرخواه باشن، توطئه‌گر نباشن. و الاجابه اذا دعوتکم، و الاجابه اگر من گفتم حاضر شید، و الاجابه حین ادعوکم، حین ادعوکم وقتی دعوت میکنم. این از مردم. امیرالمومنین فرمود من از شما سه تا چیز میخوام. با من بیعت کردید وفادار باشید، یعنی پیمان را نشکنید مثل افرادی که پیمان را شکستن. وفادار، وفای با بیعت. یکی هم خیرخواه باشید در حضور غیاب، یکی هم وقتی من دعوتت میکنم بگم بیاید، اجابت کنید بیاید. این وظیفه مردان. اما از من، از امام، از امام وظیفه چیه؟ حقوق. یک میفرماد که النصیحه لکم، منم باید برای شما خیرخواه باشم، دلم به حال شما بسوزه، نه برای که از شما یک کامی و طعمه‌ای و پستی و مقامی و پولی و پوزی خیرخواه شما باشم. توقیر فی، توفیر فی اکم، یعنی درآمدهای شما رو توسعه بدم، وضع اقتصادیتون رو رشد بدم. تعلیم اکم، فرهنگتون رو ببرم بالا. تعلیم اکم. این
این حقوق متقابل. خب نتیجه چی میشه؟ امام میفرماد نتیجه اینه که اگر شما وفادار بودید، آماده باش بودید، خیرخواه بودید، منم به فکر خودم نبودم، دلسوز بودم، اقتصاد و آموده شما رو دادم بالا، با محوریت امام معصوم، با محوریت، با محوریت رهبر الهی و امام معصوم چی میشه؟ یک، نظامن لالفتهم، نظامن لالفتهم، الفت دوستی شما سر و سامان میگیره، تشکل پیدا میکنید، گروه گروه ها همه میان دور یک امام معصوم. اذن لدینهم، مکتبتون عزیز میشه. اذن لدینهم، دین و مکتب شما عزیز میشه. اعتدلت معالم العدل، اعتدلت معالم العدل، عدالت روپا خودش با میسته. خب قامت یأس، قامت مناهج الدین، قامت مناهج الدین، راه های دین صاف میشه. یأست مطامع الاعداء، یأست، یأسن مأیوس میشه، یأست مطامع طمعها، مطامع الاعداء، اعدایی که نسبت به شما، دشمنان که نسبت به شما طمع دارن مأیوس میشن. اینم نتیجه. اگر مردم پیمان را نشکستن، فرمان را اطاعت کردن، و اگر امام هم جیبی برای خودش ندوخت، سوز داشت، درآمد مردم را بالا برد، آموزش فکری فرهنگی مردم و عقاید مردم بالا برد، اون با محوریت رهبر معصوم دلا به هم جوش میخوره، دین عزیز میشه، عدل به پا میخیزه، راه مکتب باز میشه، دشمنان مأیوس میشن. این مال در یک حدیث، اینا که گفتم تا حالا اون چه رو تابلو نوشتم مال نهج البلاغه، یه حدیث هم از کافی بخونم. در کافی داریم که وظیفه مردم چیه؟ سه تا کلمه گفته: معرفت الامام، امامو بشناسیم، و تسلیم لهم، تسلیم امام باشیم، فیما ورد اون چی گفتن تسلیم باشیم، و رد علیهم فیما اختلفوا، اگر بین مردم اختلاف شد داور و قاضی حرف آخر رو، کلام فصل و حرف آخر رو امام بزنه. این وظیفه مانه. کافی جلد یک صفحه 390. خب این بخش اول. یکی از بحثایی که ما در بحث امامت داریم، این بحث تمام، یکی از بحثای دیگه که با در بحث امامت بکنیم، ظلم هاست که میشه، یعنی شده. ظلم ها ظلم های اقتصادی به اهل بیت شد، ظلم های اجتماعی و سیاسی ظلم های فکری و فرهنگی ظلم های اقتصادی مسئله فدک، گرفتن فدک، چون فدک درآمد سنگینی داشت، فدک درآمد سنگینی داشت، گرفتن. ظلم های اجتماعی، از خود رهبری رو تغییر دادن، قدیرخان فراموش شد. یه چیزی به تو بگم نوه، حضرت سال آخر عمرش که میخواست بره مکه، اعلام کرد که من حجۃ الوداع، یعنی حج آخری، چون سال آخر عمرش بود، از اطراف جمع شدن با حضرت رفتن مدینه، قدم به قدم تاریخ نقل کرده، کجا نشست، کجا پا شد، کجا چی گفت، نماز جماعت خوندن، سخنرانی شد،
رفتن به مکه را قدم به قدم تاریخ نوشته، برگشتنش رو یه ضرب قورت دادن. میدونی چرا؟ برای که میدونن برگردن باید قصه قدیر هم بگن، برای که قصه قدیر نگن یه ضرب از برگشتن پیغمبر ساکت شدن. توجه میدونی چی میگم؟ تاریخ رفتن پیغمبر را قدم به قدم ثبت کرده، برگشتنش رو یه ضرب حذف شده. بسیار از تاریخ هایی که الان هستن، تاریخ های قدیم دارن. زلهای وقت اکشی به کشی تیسم شد. حضرت امیر یه رهبر بود، میگفت سلونی، هرچی میخواد از من سوال کنی، سلونی سوال کنی از من، قبل ان تفقدونی، قبل از اونی که من رس بدید در چه خود بپرسید. سلونی رو ول کردن، رفتن سراغ رهبری که میگفت عقیلونی، بابا ولم کنید من بلد نیستم. یعنی رهبر سلونی رو از دست دادن، رهبر عقیلونی، عقیلون اقاله میگن، معامله رو اقاله کن، یعنی برگردو بابا ولم کن، من خریدم حالا میخوام پس بدم. رهبر سلونی رو دادن، رهبر عقیلونی گرفت. ظلم های فکری و فرهنگی، جعل احادیث، چقدر حدیث دروغی بافتن و ساختن. روایت زیادی داریم که میگن بعد از ما حدیث های رو میسازن کارخونه حدیث بافی، حدیث سازی. علم رجال به خاطر همینه که در حوزه بودن این حدیث واقعیت داره یا ساختگیه. کلمه کفانا کتاب الله، کفانا کتاب الله یعنی قرآن بسه. اگر قرآن بسه این پیغمبر بی خود فرمود نعوذ بالله، چون به قرآن قرآن بسنی. گفت دارم میرم دو تا چیزی پلوام شما گشتم، کتاب الله و اهل بیتی، قرآن اهل بیت لنگ افتر قاینا هم جدا نمیشن. اومدن قیچه انداختن گفتن قرآن ما رو بسه. بابا پیغمبر بود قرآن اهل بیت هم جدا نیستن. یا آقا ما گفت نه قرآن بسه. در مقابل سخن پیغمبر بعد وقت مثلا آدم قصه میخوره. ما الان یکی از افتخاراتمونه که در هر خونه آخوندی بروید محال است کتاب سنی نباشه. اما شما مثلا میدید تو کتاب خونه های اهل سنت بسیارشون، اگر نگم همشون یا اکثرشون، کتاب های شیعه ندارن. آزادی علم نیست. در صحیح بخاری که مهمترین کتاب است، از خوارج حدیث نقل شده، از امام صادق حدیث نقل شده. این مثلا دم جا قصه داره یا جا قصه نداره؟ امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، تمام اسامی 4000 تا ثبت شده. 4000 تا شعاری نیست، تک تک اسامی ثبت شده. یکی از شاگرداش پدر شیمی امروز و دیروز بوده، جابر بن عبدالله حیان. وقت دشمنان اهل بیت، هم دشمنان با قلوب گاهی دشمنی میکردن، یعنی افرادی خودی بودن اماما رو میبردن تا مرز خدایی. یه عده با قلوب ضربه زدن، یه عده با لعنتی که در خطبه ها میکردن ضربه زدن، یه عده با از طریق همسرانشون مثل امام حسن مجتبی. دشمنانشون هم داخل بود، هم خارج بود، هم تو نماز جمعه بود. اینجا دو تا سه تا سوالم بگم. ممکنه بگن آقای غلطی راستشو بگو، حالا اینجا تو داری حرف میزنی، یعنی واقعا همه مردم اشتباه کردن جز چند نفر؟ همه اشتباه کردن. میگی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله میشه. به چه دلیل؟ قرآن، قرآن، قرآن. آیه سوره جمعه رو خوندی؟ پیغمبر داشت سخنرانی میکرد، خطبه میخون، یه تبلی زدن برای فروش جنس، همه پاشدن رفتن. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليك و تركوك قائما. یعنی همی که تبلی دیدن رفتن و تو رو تنها گذاشتن. 11 نفر خطبه نماز جمعه بود، همه رفتن برای خرید جنس. پس میشه بعد یه مرتبه همه امت پیغمبر رو رها کنن؟ بله میشه. آیه سابقه داره؟ بله. قرآن بخونم برات. موسی مردم را به هارون برادرش سپرد، گفت من میرم کوه تور تورات بیارم، اونجا 40 شب 30 شب بنا بود بمونه، 10 شب هم تمدید شد، 40 شب عبادت کنه تا تورات نازل بشه. توی 40 روزه یه هنرمندی طلاها رو گرفت، با طلا و نقره یه گوساله درست کرد، درونش رو جوری طراحی کرد که باد که وارد میشه سوت میزد. وقتی به مردم گفت هاذا الهکم، خدای شما همین گوساله. مردم هم
دست از خدا کشیدن، دست از سراغ گوساله پرستی. حضرت موسی که آمد دید مردم زحمتاش رفته هوا، تورات رو زد به زمین، ریشای برادرش گرفت، فاخذ براس اخیه یجره، یعنی اینا که میخونم آیه قرانه، این موی صورتش گرفت کشید و گفت بابا این کارو نکن، مردم دشمنا دارن میبینن، میگن دو تا پیغمبر با هم درگیر شدن، دو تا برادر با هم درگیر شدن. میگه آخه چرا گذاشتی تو فاصله 40 روز یه هنرمند بیاد از هنرش سوء استفاده کنه، مردم رو منحرف کنه؟ گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، مردم رها کردن و نزدیک کادوا یقتلون، نزدیک بود منو بکشنه، جونم در خطر بود، همه رفتن سراغ گوساله. پس سوال، آیا می شود مردم همه بروند و پیغمبرشون تنها بمونه؟ بله، ان القوم استضعفونی، میشه خود پیغمبر رو رها کنن؟ بله، و ترکوک قائما. خب بعضی میگن شیعه لفظیست که بعدن پیدا شده، اینم جوابش اینه که ما روایاتی داریم هم در القدیر هم در بهار، القدیر جلد 2 صفحه 57، بهار جلد 61 صفحه 46، باز از شیعه نقد داریم، از سنی نقد داریم که حضرت فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، کلمه شیعه را پیغمبر به علی ابن ابی طالب گفت، گفت انت و شیعتک، تو با پیروانت، یعنی لفظ شیعه لفظ تازه نیست، خود پیغمبر این کلمه شیعه را به کار برده. در اینجا یک مطالب دیگه هم هست که بگم. یک سفری من داشتم به پاکستان، سالونی بود، کنگره‌ای، کنفرانسی بود، سخنرانم از ایران بنده بودم، مترجمی بود. خب منم اونجا گفتن نه، همه استاد دانشگان، ضمناً همم از او وهابی هستن، ما با سنی ها مسئله فکری داریم ولی هیچ درگیری نداریم، هر که شک داره بیا تو ایران ببینه، شهرهایی که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن و هیچ آب از آب تکونه میخوره، امنیت کامله. مسئله بحث و گفتگو و یه علمی، دو تا روشیعه هم با هم بحث میکنن، دو تا سنی هم با هم بحث میکنن، دو تا استاد دانشگاه هم با هم بحث میکنن، ما از در علمی بحث داریم ولی هیچ درگیری نداره داشته باشیم. منتها حساب سنی ها با حساب وهابی ها فرق میکنه. وهابی ها یک چت سریقی هایی دارن که مثلا میگن زره پیغمبر رو میبوسی تو آهن میبوسی، میگیم بابا دلخونمون هم آهنه، ما هر آهنی که میبوسیم اینو به خاطر پیغمبر میبوسیم نه به خاطر آهنش. میگه شما جلد قرآنی که میبوسید جلد چرمی رو به خاطر چرم میبوسید، کفش خدا شما هم چرمیه، منتها چرمی که جلد قرآن هم میبوسید به خاطر قداست قرآن نه به خاطر چرمی. منتها اینا یه گاهی بهانه میگیرن، یه حرفای میزنن، مثلا میگن قبر امام حسن اگه بنویسیم در قبرستان بقی که این قبر امام حسن شرکه، میگیم شما اگه روی قوطی بنویسید این قوطی شکر، این شرکه؟ خب این قبر امام حسن، میگن نه شرکه. مثلا میگیم یه لامپ روشن کنیم میگن شرکه، اسرافه، مثل که تمام برقه های سعودی همه حلاله فقط یه لامپ حرامه. یه چت سلیقگی هایی دارن. به من گفتن آقای قرائتی اینجا کنگره یه در پاکستان، همه دانشمندن، اساتید دانشگان، نویسندگان، صاحبان مجله ها و روزنامه ها هستن و سنی وهابی هم هستن، چی میخوای بگی؟ گفتم من هرچی بردم میگم دیگه. خلاصه من هم یه فکر کردم یه بحثی گفتم و جمله جمله ترجمه شد، منم از اون بحثای صادراتیم گفتم. بحثم که تموم شد، یعنی تو وسط بحثمون چه بار اینا هی کف زدن، اینا وقتی کف میزدن خوشش اومد بحث ما، آخر سخنرانی یکی پا شد، یکی نگرانی کرد، یک کفا که تموم شد، یکی از اینا تحت تأثیر قرار گرفت، پا شد گفت احسنت، حیفش که تو شیعه هستی. گفتم حالا میگی شیعه بودن جرمه؟ گفت حیفش. گفتم حالا که میگی حیفش منو وادار میکنه یک دقیقه استدلالی حرف بزنم. گفت خب شما ساعت بذارید من یک دقیقه ثابت میکنم چرا شیعه هستم. یک دقیقه هم بیشتر وقت نگفتن، یه دقیقه ثابت میکنی که چرا شیعه هستی؟ گفتم بله. ببین
گفتن یالا بگو. حالا جمعیت هم نشستن منتظرن که ما یک دقیقه حرف بزنیم. گفتم ساعت ببینین. گفتم خب دیدین. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. لقد کان رکن فی رسول الله اسوه، پیغمبر الگوی همه. هنوز یه دقیقه نشده. بعد از پیغمبر مسلمان ها دو فقه شدن. ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم. عده از مسلمان ها فقهشون از عالمای دیگه گرفتن، مثل امام ابو حنیفه، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی و حنبلی. هنوز یه دقیقه نشده. من که فقهم از اهل بیت گرفتم، سه تا آیه داریم تو قرآن. یک، قرآن راجع به اهل بیت میگه یطهرکم تطهیرا. هیچ که نگفته یطهرکم، نه شیعه نه سنی، هیچ که نگفته یطهرکم مال ابو حنیفه و مالک و شافعیه، یطهرکم مال اهل بیت. دو، اهل بیت قرن اول بودن. چهار تا عالم شما ابو حنیفه، مالک، شافعی، حنبلی همه قرن دوم هجری متولد شدن. ما یه قرن جلوتریم. قرآن میگه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. سه، تمام اهل بیت شهید شدن. این چهار تا بزرگوار که شهید نشدن، قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، او کسی که شده مقامش برتر است. پس من سه امتیاز دارم. یک، رهبرانم قرن اول بودن. دو، رهبران معصومن یطهرکم تطهیرا. سه، رهبرانم شهیدن. رهبرم هم معصومه هم شهیده هم قرن اول. سه تا آیه دارم. شما فقه تو از ابو حنیفه گرفته، یه آیه بخون. به کدوم آیه؟ آقا چند صد نفر استاد دانشگاه همه تو موندن؟ موندن. ما بحث نیست که حال سنی بیاد شیعه شه یا شیعه برای سنی بشه. هفته وحده هم معنیش اینه که دست از مکتب برداریم. این درگیری نباید داشته باشیم. مشترکاتی داریم، مثل علی بن ابی طالب مشترک هر دوست. مشترکات بگیریم دوام نمیشه. یکی از آقایون اهل سنت میگفت چرا شما رو سنگ نماز بخونید؟ خب رو قالی نماز بخونید. آخه شیعه رو سنگ نماز بخونید، رو مهر و کربلا و حرفا. اونا خب رو زیلو نمد هر چی بود موچت نماز بخونید. این عالم شیعه بهش گفت که من یه سوال میکنم جواب بده. گفت بگو. گفت اگر یه مریضی داریم میبریم دکتر، یک نسخه رو دو تا دکتر میگن این آمپول بزنه، این قرص بخوره. یک آمپول یا یه قرص یه دکتر میگه. شما وقتی میخوای قرص بخوری، اون قرص رو بخوری که دو تا دکتر میگن، یا اون قرص رو بخوری که یه دکتر میگه؟ این آقا فکر گفت نه، من اون قرص رو میگم که دو تا دکتر میگن، چون دو تا دکتر اطمینانش بیشتره. گفتم ما که به سنگ نماز خونیم دو تا دکتر اجازه میدن، هم دکترای شیعه میگن جایزه، هم دکترای سنی. سجده رو فرشو یه دکتر میگه جایزه، دکتر میگه جایز نیست. بنابراین حالا ما کار بدی که نمیکنیم. ما نمیگیم شما رو سنگ سجده کن، شما سجده کن منم سجده کن، همه برای خدا سجده میکنیم. اما توبیخ نکن منو. کار من غلط که نی که. خب عرض کنم که مسئله دیگه، باز یه حدیث شیعه و سنی قبول داره. این حدیث هم مورد اتفاقه، هم شیعه هم سنی. میگن که پیغمبر فرمود یهودیان 71 فرقه شدن، مسیحیان حدیث داریم 72 فرقه شدن، مسلمانان 73 فرقه. بعد همه شون نقد کردن. این شیعه و سنی نداره. میگن فرقتون ناجیه تو اینها یک فرقه اهل نجاته. پیغمبر بود یکیشون اهل نجاتن، باقی ها کج میرن. حالا اون که میگیم کی اهل نجاته، همه میگن من. مثل که یه پدری میگه که من یه بچه‌مو دوست دارم، بچه‌ها دعواشو میشه، اون میگه منو گفت، اون میگه منو گفت، اون میگه منو گفت. حالا اینجا بهدنی که خود بابا رسیم، بابا جون شما که گفتی یکی از بچه‌مو دوست داریم، الان بچه‌ها هم درگیر شدن. خودت بگو کدوم رو دوست داری. از پیغمبر پرسیدیم یا رسول الله شما اینجا یه چیزی گفته، هر کسی میگه منم. خودت بگو او فرقه ناجی، یعنی فرقه‌ای که اهل نجاته کدوماست؟ باز شیعه و سنی نقد کردن. شیعه و سنی نقد کردن. عرض کنم به حضور جناب عالی که
در کتاب ابقات 187 حدیث، 387 حدیث از 99 نفر از بزرگان اهل سنت، چه سه تا از بزرگان امام شافعی، امام احمد حنبل و مسلم، سه مسلم، مسلم و شافعی و حنبلی، سه تا امامشون، این سه تا رهبرانشون نقل کردن. چه فرمود؟ که حضرت فرمود مثل اهل بیتی، مثل اهل بیت من، مثل اهل بیتی چسفینت نوح، چسفینت نوح، مثل سفینه نوحه، من رکبه ها هر که سوار کشتی بشه نجا، نجات پیدا میکنه. تکرار میکنم، اینجا خود لطیف است، فنیه، 10 ثانیه دقت کنی میفهمی، یعنی شما که حتما یعنی تعبیر میفهمی زشت شد، حالا ببخشید. حدیث داریم سنی و شیعه نقل کردن، چه یهودی ها 71 فرقه، مسیحی ها 72 فرقه، مسلمان ها 73 فرقه هستن، هر دفت فرمود یکشون ناجیه. سر این که کدوم ها نجات پیدا میکنن، هر کسی میگه من ناجیم، یعنی نجات پیدا کرده منم، باقی ها هلاک میشن یا منحرفن. از خود پیغمبر برسیم، پیغمبر برسیم مثل اهل بیت من، مثل سفینین و من رکبه ها نجا، ناجیه نجا، ناجی و نجا یه ریشه، یعنی هر که سراغ اهل بیت داره، هر که مثال اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر که من رکبه ها، هر که سواری کشتی بشه نجات، یعنی طرفداران اهل بیت نجا. معلوم شد فرقه ناجیه همون طرفداران اهل بیت، البته طرفداران اهل بیت یعنی اطاعت ها، نه این آدم میگه ما اهل بیت رو دوست داریم ولی دستوران رو کس دیگه میگیریم، چون مراد از اهل بیت اینه. عرض کنم به حضور شما که این هم مال این بحث، امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که اهل بیت رو بشناسیم خوب، عشق بورزیم خوب، اطاعت کنیم خوب، به دیگران معرفی کنیم خوب، و در دنیا با اینها باشیم، در آخرت هم مشمول شفاعت خاصشون بشیم. قلب اون اهل بیتی که الان زنده هست، حضرت مهدی علیه السلام، برای همیشه از ما راضی باشن ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.